بیایید این بار ما هم خفن‌ترین مارهای ایران رو ببینیم. سلام، من آیدینم. اگه به دنیای مارها علاقه داری، چنل تنوع مارها توی ایران بسیار 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 بالا. ما در کل 76 گونه مار داریم توی ایران که 23 گونه اونها مارهای سمی هستند. و نسبت مارهای سمی به مارهای غیر سمی تو ایران از بقیه جاهای دنیا بالاتره. این 23 گونه مارهای سمی به 3 تا گروه اصلی تقسیم میشن توی ایران: افعی ها یا وایپرها، کبراها و مارهای دریایی. و معروف ترین گونه های غیر زهری ایران هم مارهای پلنگی و آتشی هستند که غیر زهری هستند. چند گونه هم مار نیمه زهری ما تو ایران داریم، مثل یله مار. ببینید، این اسمایی که من دارم میگم همشون اسمهاییه که به صورت عامیانه استفاده میشه و اسمهای علمی این مارها نیستش. اولین ماری که میخواییم با هم بررسی کنیم مار جعفریه. جعفری یک نوع وایپر هست یا یک نوع افعی هست که توی صحرا زندگی میکنه. این مار به صورت اوریب حرکت میکنه، خیلی رد پای جالبی داره و به رد پاش معروفه. مار بسیار 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 خطرناکیه و اصلا وقتی دیدینش نباید سمتش برید و حد دل امکان باید ازش فرار کنید. خیلی مار خطرناکیه. این مار قبل اینکه به شما اتک بده، با کشیدن فلس‌هاش رو هم یه صدای بلندی رو تولید میکنه که به شما اخطار بده که بهش نزدیک نشید و شما حتما باید به اخطارش گوش کنید. بیشتر هم توی مناطق کویری و صحرا و شنزارها زندگی میکنه مار جعفری. دومین گونه بسیار خطرناک ایران گرز مار هستش. گرز مار باز هم از خانواده وایپرها یا همون افعیها هستش. گرز مار برخلاف جعفری بیشتر توی مناطق کوهستانی زندگی میکنه و مکانیزم دفاعیش مقدار با مار جعفری فرق میکنه. گرز مار اینجوریه که با بیرون دادن بازدم خودش یه صدای خیلی بلندی مثل شیپور زدن تولید میکنه و کاملا شما رو از حضور خودش آگاه میکنه. این مارها به خاطر اینکه مجبورن از زهر خودشون برای شکار استفاده کنن، حدل امکان اگه اذیتشون نکنید، اگه زیاد بهشون نزدیک نشید، به شما اتک نمیدن و زهر خودشون رو برای شکارشون استفاده میکنن. به خاطر اینکه زهر این مارها هم برای فلج کردن و کشتن طعمه استفاده میشه، هم به پروسه هضم غذاشون کمک میکنه، پس این زهرشون رو اصلا تا جایی که ممکنه هدر نمیدن. گونه بعدی کبرا یا کفچه مار هستش. ما چند گونه کبرا توی ایران داریم که معروف ترینش میشه کبرای کاسپین یا کفچه مار کاسپین و خاص‌ترین نوع کبرای ایران که فقط هم توی ایران پیدا میشه و خیلی هم تو خود ایران هم کمیابه، کبرای زنگی هستش. کلن کبراها توی ایران بیشتر تغذیهشون و وزقها و قورباغه ها تشکیل میدن و چیز جالبی هم که داره اینه که سم این کبراها روی وزقها و قورباغه ها آنچنان تأثیری نداره. همون کبرا با یک بار نیش زدن میتونه شما رو بکشه، ولی سمش روی این قورباغه ها و وزغ ها اثر خاصی نداره. گونه بعدی که خیلی با کبرا اشتباه گرفته میشه بهش میگن کبرای دروغین یا تله مار. این مار مار نیمه زهریه. زهرش برای انسان هیچ خطری نداره، فقط ممکنه مثلا حالا باعث درد بشه، ولی و قیافه خیلی شبیه کبرایی داره. کبراها به اون هودی که باز میکنن بالای کلشون معروفن دیگه، سر رو میارن بالا و باز میشن. اون قسمتی که باز میشه بهش میگن هود اصطلاحاً. این مار هم، تله مار هم این هودو داره و دقیقاً رفتار و قیافه شبیه کبراها داره، ولی زهری نیست و خطرناک نیست اندازه کبرا. از اون ورم مار به شدت اگرسیویه، یعنی اگه شما باهاش مواجه بشید حتما شما رو نیش میزنه، ولی خب زهر خطرناکی برای انسان نداره. میرسیم به خاص‌ترین گونه ماری که توی ایران زندگی میکنه و فقط و فقط و فقط توی ایران زندگی میکنه.
این مار بیشتر توی مناطق کوهستانی خوزستان زندگی میکنه و غالب تغذیهش رو پرنده ها تشکیل میدن. اسم این گونه افعیه، شاخدار دم عنکبوتیه. این گونه انتهای دمش یه چیزی شبیه عنکبوته و این دم روی زمین روی صخره ها میکشه و انگار واقعا یه عنکبوت داره اونجا را میره. با همین حرکت پرنده ها رو جذب میکنه که به سمت دمش حمله کنن و بخوان دمش رو به عنوان یه حشره بخورن و اتفاقی که میفته اینه که این مار اون پرنده رو شکار میکنه و میخورتش. گفتم این مار خاص‌ترین نوع ماریه که توی ایران زندگی میکنه. گونه بعدی کورمار هستش. شاید براتون عجیب باشه ولی کورمار از خانواده بوآها هستش و این کورمار بوآی بومی ایرانه. آره ما توی ایران بوآی بومی داریم. این مار نسبت به بقیه هم خانواده های خودش مثلا رد تیل ها یا بقیه بوآها سایز خیلی خیلی کوچیکتری داره و نهایتاً تا 90 سانت رشد میکنه و بیشتر هم زیر زمین زندگی میکنه تا سطح زمین. و خودم هم وقتی فهمیدم که ما یه بوآی بومی داریم خیلی اصلا برام باحال و جالب بود که همچین اتفاقی افتاد که همچین ماریو ما بومیشو داریم، چون معمولا بوآهایی که ما تو ایران نگه میداریم به عنوان حیوان خونگی بوآهای آمریکای مرکزی هستن. و یه نکته خیلی مهمی رو باید اینجا بگم. ببینید، نگهداری گونه های بومی به عنوان حیوان خونگی اشتباه ترین کاریه که شما میتونید بکنید. چرا؟ چون شما اگه مثلا همین بوای بومی ایرانو از توی اکوسیستم خارج کنید، از توی محل زندگیش خارج کنید، صدمه های خیلی زیادی به اون اکوسیستم میزنید. ممکنه تعداد موش ها بره بالا، بیماری اضافه شه و شما دارید اکوسیستمو دستکاری میکنید. از اون ورم شما این ما رو ور میدارید از طبیعت یا از کسی که شکار کرده و داره میفروشه که دم عید خیلی زیاد میشه، ما رو میگیرید میارید خونه، بعد دو هفته نمیتونید نگه دارید یا اصلا مار مریض بوده شما نگهداریش میکنید و میخواید رهاسازیش کنید بعد اینکه خوب شد و میرید توی منطقه اشتباهی رهاسازی میکنید، توی منطقه خود اون مار رهاسازیش نمیکنید و اون مار میشه گونه مهاجم اون منطقه، یا از بین میره تو اون منطقه نمیتونه زندگی کنه یا انقدر فضا براش ایدئاله و اونجا قبلا وجود نداشته که میشه گونه مهاجم و دوباره اکوسیستم اون منطقه از بین میره. پس اگه میخواید مار بگیرید، میخواید خزنده بگیرید، میخواید لاک پشت بگیرید، میخواید خرگوش بگیرید، هر کدوم از اینا رو میخواید بگیرید، اولین چیزی که باید براتون مهم باشه که این مار، این حیوان بومی ایران نباشه، چون شما با خرید اون مار دارید کمک میکنید به چرخه شکار و چرخه نابودی اکوسیستم ایران. از اون ورم این کار اصلا جرمنگاری شده و شما در واقع اگه ازتون اون مار رو تحت هر شرایطی بگیرن مجرم شناخته. خیلی جرائم سنگینی داره این موضوع، پس حواستون حتما به این موضوع باشه. خب امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه. بازم میگم من دامپزشک نیستم، صرفا فقط تجربه های شخصی خودم رو باهاتون به اشتراک میذارم. اگه خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، برای دوستاتون بفرستید. فعلا.